من سارا هستم، متولد مشهد و فعلا مقیم ترکیه. من قبل از ایمان به مسیح، خب به خاطری که خانوادم یه جورایی خیلی مسلمان متعصب بودن، خیلی مذهبی متعصبی بودن، خب منم به خاطری که مسلمان زاده بودم به تبعیت از اونها، خب میتونم بگم خیلی پیروی از دین اسلام داشتم، ولی توی وجودم یه ناباوری هایی هم بود. و مشهد به خاطر جو زیارتی که داره، خب تاثیرگذاره توی فرهنگت و کلا میتونه به نوعی تغییر بده. و کسایی که توی مشهد زندگی میکنن حدود 70%شون میشه گفتش که از نظر مذهبی خیلی با تعصبای بالایی هستن. منظور من از این که میگم یه مسلمان متعصب، مادر من هر شب جمعه حتما باید میرفت زیارت امام رضا، حتما باید قرآنش رو میخوند، حتما باید در مراسم مذهبی که به خاطر وفات ائمه شیعه برگزار شد حتما باید شرکت میکرد. من وقتی که ازدواج کردم، خب با پسرم ازدواج کردم و خانواده شوهرم، مادر شوهرم خیلی خیلی مقید بود به اینکه در ایام خاص شیعه، وفات و یا ولادت های شیعه، حتما مراسم رو برگزار کنه. ما هم مجبور به شرکت توی مراسم بودیم. ولی تمام دوروبری ها میتونم بگم که مذهبی متعصبی بودن. من با تمام باورهایی که میتونستم داشته باشم به اسلام، ولی یه خلایی تو خودم احساس میکردم، چون چیزهایی که میخواستم از با متوسل شدن به ائمه شیعه، معمولا یه چیزی که نرمال هست توی اسلام، یه چیزی که میخوای به دست بیاری مستقیم از خدا نمیخوای، متوسل میشی به ائمه شیعه. و همیشه در حال التماس بودم به خاطر چیزی که میخوام به دست بیارم، حالا چه مادی بود، چه معنوی بود، چه احساسی بود، ولی هیچ وقت به دستشون نمی آوردم. هر چقدر که بیشتر من به سمت خواستم میرفتم، از خواستم بیشتر دور میشدم و این همیشه یه خلایی بود که چرا، چه مشکلی در من هست؟ آیا ائمه منو نمیپذیرند؟ آیا من مشکل دارم، از نظر مذهبی مشکل دارم، به تکامل نرسیدم؟ اینا همیشه سالهای بی جوابی میتونست برای من به وجود بیاره. من اینجوری با مسیحیت آشنا شدم که همسرم قبل از من با مسیحیت آشنا شده بود و توی جلسات پرستشی، جلسات دعایی که داشتم با دوستاشون، بعضی از این جلساتم توی خونه ما برگزار میشد. من کم کم و دورادور یه اطلاعاتی میتونستم به دست بیارم، یه تغییر و تحولاتی، یه دیدگاهی رو که خیلی تمایز داشت با دیدگاه اسلام و برای من خیلی جالب بود. کم کم اینطوری آشنا شدم با مسیحیت. چجوری شد که من خودم تونستم واقعا باور مسیحی داشته باشم و مسیحی ایمان بیارم؟ میتونم بگم ما از ایران که خارج شدیم، مجبور به ترک ایران شدیم، خیلی سریع اومدیم ترکیه. من اینجا توی به خاطر همسرم که توی کلیسا میرفت، در مراسم ها شرکت میکرد، به همراه همسرم میرفتم و اینجا تعداد مسیحیای خیلی زیادی رو دیدم، باشون آشنا شدم. کم کم باورم بیشتر شد. خب من به خاطری که یه مریضی جسمانی داشتم، یه درد خیلی میتونم بگم خیلی شدیدی توی زانو داشتم که با دارو رفع نمیشد. یه هفته توی خونه بودم بدون اینکه بتونم تکون بخورم. به اصرار یکی از دوستام که سارا بیا بریم در جلسات دعا شرکت کن، مطمئنا تو شفا پیدا میکنی. من اول اعتقادی نداشتم، ولی کم کم با اصرار دوستم رفتیم در این جلسه دعا و ناخودآگاه یه چیزی توی من به وجود اومد که گفت سارا ایمان بیار که تو میتونی شفا رو به دست بیاری. من به دوستم گفتم تمام بری من دعا کنین، من میخوام اینو واقعا این شفا رو به دست بیارم. بعد از دعا واقعا آن یه گرمایی رو توی خودم احساس کردم، یه داغی رو تو خودم با حرارت که قلبم رو سوزوند. لحظه دعا کردن تمام بدن من به لرز افتاد و در همون لحظه من شفا رو دریافت کردم که حتی خودم هم باورم نمیشد. از اون به بعد من با تمام وجودم ایمان آوردم که مسیح میتونه چیزی باشه که من یک عمر خلایش رو در خودم احساس میکردم و از اون لحظه به بعد هیچ وقت رها نکردم مسیح و همطور که مسیح منو رها نکرده. وقتی من به مسیح ایمان آوردم واقعا بعد از اون تغییر و تحولات زیادی توی زندگی من به وجود اومد. هیچ وقت خودم رو تنها احساس نکردم، با اینکه توی یک کشور غریب بودم، با اینکه هیچ شاید پشتوانه از نظر معنوی از نظر مالی از هیچ چی نداشتم، بدون اینکه دیدگاهی در مورد آینده‌ام داشته باشم هیچ استرسی نداشتم. همینطوری که در کتاب اومده وقتی که خداوند یک خار برهنه رو توی بیابون میتونه مثلا پوشش بده، به پرنده غذا بده، هیچ نگرانی نباید داشته باشه. من خیلی احساس سبکبالی کردم، خیلی احساس سبکی کردم، نمیدونم چرا، ولی به خاطر بچه‌هام هیچ نگران نبودم، به خاطر آیندهشون میدونستم تنها نیستم. واقعا این بزرگترین تغییری بود که توی زندگی من به وجود اومد، از تنهایی در اومدم. به جرئت میتونم بگم این تصمیم برای من خیلی سخت بود که بتونم از اسلام خارج بشم و مسیحی بشم، به مسیح ایمان بیارم، به خاطری که من در ایران معلم بودم و معلم ها خب خیلی بیشتر باید مثلا با مأنوس بشن، با معنویات اسلامی مأنوس بشن تا بتونن به دانش آموزا درس بدن. یه جوری میتونم بگم که عجین میشه با خونتون اسلام و به هر چیزی که ایمان دارید. خب من به خاطری که اون یه خورده دودلی که بودم من مجبور بودم به خاطر مادرم، به خاطر حالا خانواده همسرم، نمازم همیشه سر وقت خونده میشد. حالا چه ایمان داشتم و چه ایمان نداشتم به اون نمازی که دارم میخونم، ولی از روی اجبار، از روی عادت و تمام این کارا رو انجام میدادم. وقتی که همسرم به مسیح ایمان آورد خب 2-3 سال طول کشید و من خیلی برام ساده نبود، حتی موضع گرفتم در برابر همسرم که یعنی چی تو از اسلام خارج شدی، تو مسلمان زاده هستی، چجوری میخوای به یه چیز دیگه، به یه باور دیگه تو داری مثلا سمت اون میری. من خیلی ترس داشتم که اگه خانوادم بفهمن چه عکس‌العمل میتونم نشون بدم به من، به این طرز فکر من، به این تصمیم من. به هر حال تصمیمی نبود که من بخوام از اسلام در بیام، بخوام مسیحی بشم و یه سال بعد بخوام تغییرش بدم، بخوام برگردم به ایران یه روز و توی جو ایران از دوباره بخوام مسلمان بشم. نه، من با باور قلبی به مسیح ایمان آوردم، چون یه مسلمان زاده بودم، یه مسلمان زاده به مسیح زاده نبودم که بگم یه چیز موروثی به هم رسیده. با ایمان قلبی به مسیح ایمان آوردم. بعد فهمیدم که مسیح هیچ وقت تنهام نمیذاره. این ترس کم کم از وجودم رفت. فهمیدم که من در آغوش گرم پدر هستم، پدری که با تمام وجودش میتونه منو ساپورت کنه، با تمام وجود میتونه منو حمایت کنه، در برابر هر خطری، در برابر هر توطئه‌ای که کنارم هست، در برابر هر چیزی منو مسئول نگه داره، خانواده منو مسئول نگه داره. بهم این جرأت رو داد که هم به خانواده‌ام میخوام اطلاع بدم از تصمیم بزرگی که توی زندگیم داشتم و من فهمیدم که اینو واقعا درک کردم که دیگه نمیتونم از هیچ چیزی نمیخوام بترسم، هیچ جای ترسی نداره، هیچ جای دلهره و دلواپسی نداره، چون پدر با آغوش گرمش منو پذیرفته، جایگاه اون توی قلب منه، از هر چیزی به من نزدیکتره، از خونم به من نزدیکتره و میتونه از هر کسی دیگه، هر چیز دیگه منو محافظت کنه و این خودش یه دلگرمی و یه جرأت زیادی بهم داد که بتونم به هر کسی اعلام کنم. بله، و خیلی خوشحالم از تصمیم بزرگی که توی زندگیم گرفتم.